یوتا بارت تو سال 1958 در برلین آلمان متولد شده و الانم ساکن لس آنجلسه و همونجا همکار هنری خودش رو انجام میده. اون تو یکی از مصاحبه‌های خودش میگه که شوق به دیدن اصلاً با من به دنیا اومده. تو همین مصاحبه در مورد یکی از کارهاش میگه من همیشه به دنبال راهی بودم که توجه بیننده رو از رو چیزی که داره نگاه میکنه به یک جور برداشت شخصی از اون چیز جلب کنم. همیشه خودم میپرسم که چطوری میتونم به جای اینکه بیننده رو با این سرگرم کنم که چیزی که میبینه چیه، کاری کنم که بیننده به شیوه خودش موضوع رو ببینه. عکسایی که اینجا میبینیم شاید یکم این حرف بارت رو روشن کنن. تو عکس دولتی بدون عنوان در واقع هیچ چیزی نیست که بشه روش متمرکز شد و فقط فضا، زمان و نشونه‌هایی از حرکت رو میشه دید. همه عکس‌ها حول محور دیدن و حرکت از یک صحنه به صحنه دیگه هستن. یه جور نگاه گذرا به چیزهای پیش پا افتاده‌ای که معمولاً هم در مرکز توجه ما نیستن. بارت تو مجموعه هیچ کجا از نماهای پنجره استفاده کرده تا یک جور نگاه جدید یا شکل دیدن نو رو به ما نشون بده. این مجموعه بارت از بین صدها عکس اون انتخاب شدن که تو مدت 9 ماه شب و روز از پنجره اتاق نشیمنش گرفته. I'm an artist and I work primarily with photographs. My photographs look different than most photographs you see in the world. Most photographers use the camera as a sort of pointing device. And in most photographs, the subject and the content are one and the same thing. My work is always first and foremost about perception. Every body of work I make really has the same criteria. How do I get you to let go of thinking about what's depicted? My desire is to make the viewer become aware of their own perceptual process in relationship to what's hanging on the wall, and to become immersed and sort of fully invested in their own perception. I was studying art in high school, and I ended up in a drawing class, and I wanted to make photographs as source material to draw from. But in the process of working with the camera, I found out that what I saw when I looked through the viewfinder and what I saw when I went back into the darkroom were two different things. And I realized that I wasn't terribly observant and that the camera was teaching me how to see. این تصویرها یه جور تجربه دیداری رو خلق میکنن که ارتباطی با موضوع یا مکان ندارن، بلکه یک مفهوم رو مطرح میکنن. اومدن و رفتن نور و گذر زمان، این که هیچ اتفاق خاصی تو این تصویرها نمیافته، بیننده رو ملزم میکنه که فقط به خاطر خود عمل دیدن اونها رو ببینه. پس دقیقا این خود بیننده است که باید نگاهش رو وسعت ببخشه. توی مجموعه درباره زمان، تمایل بارت به فضاهای درونی انقدریه که انگار بیننده رو در اتاق نشیمنش حبس میکنه. هیچ نمایشی تو کار نیست، فقط یک فضایی یک نواخت رو داریم با یه نور کمجون و ملایم. اینجوری بیننده وادار میشه درباره چیزی که میبینه فکر کنه. انگار بارت تو همه کارهاش میخواد هر چی که قرار دادی هست رو به هم بریزه. تو عکساش هیچ خبری از قصه و روایت و چیزای معمول و رایج توی عکسا نیست. اون بیننده رو تو شرایطی قرار میده که به جای این که یه سری عکس تکی و مستقل ببینه، رو برداشت شخصی خودش متمرکز بشه.